هیلی، دیپلمات رژیم ایران قصد داشت در گرد همایی مقاومت ایران بمب‌گذاری کند. ترور مخالفان سیاسی ایرانی به اندازه عمر رژیم ایران سابقه دارد. برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران یا باید از بی‌ثبات کردن خاورمیانه دست بکشد یا نظامش به طور کامل فرو خواهد پاشید. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس: میثم نصیری، مذاکره کننده ارشد دولت روحانی در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، ممنوع الخروج شد. محدود کردن جاه طلبی های رژیم ایران در خاورمیانه عنوان مقاله ای از واشنگتن تایمز که بخش هایی از اون رو میبینیم. امروز توجه جهانی به شدت بر محدود کردن رویای رژیم ایران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای متمرکز است. تهران با این حال از بخش بزرگی از منابعش برای افزایش قدرت خود با ایجاد یک راهرو قاره‌ای از تروریسم استفاده می‌کند. سوریه بخش مهمی از این راهرو است. رژیم‌های ایران و سوریه به تازگی یک توافقنامه همکاری نظامی را به منظور تقویت حضور فعال و گسترده رژیم ایران در سوریه امضا کردند. سربازان، شبه نظامیان و یا سایر عوامل رژیم ایران می توانند در سوریه حضور داشته و مواضع خود را تحکیم کنند. جامعه بین المللی باید از محکوم کردن رویاهای هسته‌ای رژیم ایران فراتر برود. جامعه بین المللی باید مبارزه علیه شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران را در اولویت قرار دهد تا از گسترش رد پای آن در منطقه و نهایتاً از بی‌ثبات کردن منطقه جلوگیری کند. نیروهای سوریه در مرز شمالی خود تحت کنترل و تحریک رژیم ایران هستند. ممکن است شاهد لبنان دیگری باشیم، چرا که شبه نظامیان تحت حمایت این رژیم بسیاری از مناطق را در اختیار دارند. رژیم ایران می‌داند راه نفوذ سازمان‌های تروریستی نیابتی شبه نظامیان هستند. این گروه‌ها در مرز خرابکاری می‌کنند و به غیر نظامیان حمله می‌کنند که تنش‌ها را در مرز افزایش می‌دهد. جامعه بین‌المللی از جمله ایالات متحده ارتفاعات جولان را قلمرو اشغال شده می‌بیند. سلطه‌جویی رژیم ایران باعث ایجاد یک ائتلاف نادر از کشورهای عربی در خاورمیانه شده است. خبرگزاری بلومبرگ میگه رهبران اتحادیه اروپا ابزار دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران رو دارند، اما اراده سیاسی در اونها نیست. رهبران اتحادیه اروپا مدت مدیدی است که از این اتحادیه خواستند مستقل‌تر رفتار کند و نقش بین‌المللی خود را تقویت نماید. شکست آنها در ایجاد راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران به شدت فاصله آنها با این هدف نهایی را بارز کرده است. در ماه سپتامبر فدریکا موگرینی طرح سازوکار ویژه را اعلام کرد که با آن روند تجارت با رژیم ایران با وجود تحریم‌ها حفظ می‌شود. اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند کشوری را پیدا کنند که میزبان این سازوکار ویژه باشد. اتریش پیشاپیش رد کرده و لوکزامبورگ اکنون از طرف آلمان و فرانسه و انگلستان که امضا کنندگان برجام بودند تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع به شدت زیانبار است که به جای اینکه خودشان داوطلب باشند، مشکل را به کشورهای ضعیف‌تر منتقل می‌کنند. انگیزه آنها روشن است. هر چه کشور بزرگتر باشد، ریسک بیشتری در عصبانی کردن دونالد ترامپ را خواهد داشت. بی خود نیست که بانک مرکزی کشورهای اروپا اکراه نشان دادند. بانک مرکزی آلمان اخیراً بی سر و صدا قوانینش را تغییر داد تا بتواند درخواست رژیم ایران را برای بیرون کشیدن 300 میلیون یورو، 340 میلیون دلار از هامبورگ را رد کند. دلیل این جواب منفی چه بود؟ علت حفظ رابطه این بانک با نهادهای کشورهای ثالث بود. تسهیل تجارت با رژیم ایران از گام‌های ساده‌تری است
که اتحادیه اروپا می تواند بردارد تا استقلال خودش را اثبات کند. سایر تدابیر مانند ارتش مشترک اروپا پرهزینه خواهند بود. ابزار لازم برای اتحادیه اروپا فراهم است، اما به کار گرفتن آنها تنها به اراده سیاسی بستگی دارد. هیچ کس نمی خواهد حمله ترامپ به نظام مالی اروپا را ریسک کند یا جنگ تجاری با آمریکا را تشدید کند که به طور خاص به صنعت خودروسازی اروپا آسیب می رساند. فاکس نیوز به نقل از کارشناسان نسبت به حملات سایبری رژیم ایران به ویژه بعد از تحریم‌های آمریکا هشدار داد. More US sanctions and perhaps more cyber attacks, more aggressive cyber activity from Iran. This is according to تحریم‌های بیشتر، شاید حملات سایبری بیشتر و فعالیت‌های سایبری تهاجمی‌تری را از جانب رژیم ایران به همراه داشته باشد. این بر طبق گزارش تعدادی از تحلیلگران امنیتی است که بعد از بیرون کشیدن کامل ایالات متحده از توافق هسته‌ای در این ماه تهیه شده است. از یک مقام کاخ سفید نقل شده است. این بسیار محتمل است که در ماه‌ها، روزها و هفته‌های آینده رژیم ایران منافع آمریکا را هدف قرار بدهد. مهمترین اهداف برای آنها داد و ستدهای آمریکاست. آنها تأثیر بعضی از ضربات اقتصادی را بعد از تحریم‌های ترامپ می‌بینند. به گفته این مقام، رژیم ایران توانمندی جنگ اطلاعاتی خود را ارتقا داده است. به عبارت دیگر، با دستکاری در رسانه‌های اجتماعی تلاش می‌کند افکار عمومی را تغییر دهد. بعضی شرکت‌های امنیتی می‌گویند بعد از اینکه ایالات متحده در ماه می اعلام کرد قصد دارد به طور کامل از توافق هسته‌ای بیرون بکشد، شاهد افزایش فعالیت‌های سایبری رژیم ایران بودند. این موضوع به سال 2018 برمی‌گردد که روشن شد رژیم ایران مؤسسات مالی آمریکا را هدف قرار داده است و حتی چند وبسایت آفلاین را هم مورد حمله قرار داده بود. وزارت خارجه و دولت آمریکا میگویند آنها در حال نظارت بر روی این موضوع هستند و در این رابطه نگرانی دارند و از رژیم ایران میخواهند به تمامی این فعالیت‌های سایبری شریرانه پایان بدهد. ما در تابستان گذشته دیدیم دولت ترامپ سیاست دولت اوباما در قبال رژیم ایران را تغییر داد. سیاست جدید به دولت آمریکا این اجازه را می‌دهد که بتواند تهاجمی تر عمل کند و بعضی محدودیت‌ها برای استفاده از توانمندی‌های سایبری خودش را در تلاش برای جلوگیری از حملات به آمریکا بردارد. وزارت دادگستری علیه تعدادی از عوامل رژیم ایران که تحریم شده‌اند اعلام جرم کرده است. این یک استراتژی جدید علیه این رژیم است. مادران لبنانی علیه فساد در این کشور و همینطور وضعیت وخامتبار محیط زیست تظاهرات کردند. از زمانی که حزب الله لبنان حاکمیت خودش رو بر اغلب ارگان‌های لبنان تحمیل کرده، اوضاع این کشور از هر نظر رو به وخامت گذاشته. هن مجموعه من الامهات اللواتی قررنا رفع اصواتهن لانقاذ ما يمكن. اینجا گروهی از مادران هستند که تصمیم گرفتند صدایشان را برای نجات کودکانشان بلند کنند. آنها در میدان شهدای بیروت تجمع کردند تا در جنگ علیه آلودگی شرکت کنند. یک مادر به العربیه گفت در اینجا زباله همه جا را گرفته و تا به خانه های من هم آمده. نسبت به آینده کودکان من نگرانیم. نمیدانیم چه بر سر کودکان من خواهد آمد. زباله تا داخل خانه های من هم نفوذ کرده است. مادران میگویند سلامتی کودکان ما خط سرخ است. با این شعار تظاهرات مادران به همراه کودکانشان در مقابل دفاتر دولتی شروع شد. مادران خواهان حل بحران زیست محیطی برای حفاظت از سلامتی کودکانشان شدند. آنها نسبت به پر شدن شهر از زباله و تخریب جنگل‌ها و آلودگی آب اعتراض دارند و می‌گویند همه اینها بخشی از فساد دولتی است.
یک مادر: ما به مرحله‌ای رسیده ایم که آب آشامیدنی من آلوده شده. هر غذایی که می‌خوریم آلوده است. حتی اینجا هوایی که تنفس می‌کنیم آلوده است. بسیاری مردم به سرطان و سایر بیماری‌ها مبتلا شدند. عده‌ای از این بیماری مردند و عده‌ای هم در مقابل این بحران ساکت هستند. یک کودک: ممکن است که به دلیل آلودگی بمیریم. یک پسر بچه: من امروز اینجا آمدم که بگویم ما می‌خواهیم شهرمان تمیز باشد. مادران که بیش از هر کس نسبت به آینده فرزندانشان نگرانند به تظاهرات فراخوان می‌دهند. مادران لبنانی می‌خواهند با این تظاهرات بگویند که این حق کودکانشان است که ساده‌ترین حقوق خود را داشته باشند. موج ترور دوباره به استان بصره در جنوب عراق بازگشته. انگشت اتهام به سوی رژیم ایران و شبه نظامیان آدمکش اون نشون رفته. ناشط عراقی یسقط اغتیالا بالرصاص في مدينه البصره مع بدء موجه تظاهرات. شیخ بسام القرابی که یکی از برجسته‌ترین روحانیون در اعتراضات اخیر بود، ترور شد. او به عنوان یکی از سازماندهندگان تظاهرات اخیر در بصره علیه دخالت‌های رژیم ایران شناخته می‌شد. پلیس عراق روز یکشنبه 18 نوامبر 2018 اعلام کرد این فعال سیاسی که در سازماندهی تظاهرات اعتراضی علیه کمبود خدمات مانند کم آبی و قطع شدن برق نقش داشت، در مقابل خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شد. به گفته پلیس، بسام القرابی یکی از چهره‌های بارز اعتراضات اخیر در شهر بصره بوده و تأثیر زیادی بر مردم این شهر داشته است. شهر بصره برخلاف اینکه بیش از 90% از صادرات نفت عراق را تامین می‌کند، اما از آلودگی آب آشامیدنی و قطع مکرر برق رنج می‌برد. القرابی طی روزهای گذشته در یک ویدیوی تصویری گفته بود که در روزهای آینده ممکن است روحانیون به مردم معترض فتوای حمل سلاح بدهند. ویدیوی این فعال برجسته عراقی در سطح گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در تاریخ 25 سپتامبر 2018 نیز یکی از زنان فعال و از مدافعان حقوق بشر در بصره در روز روشن به ضرب گلوله کشته شد. سعاد علی در اعتراضات ماه سپتامبر یکی از فعالان در تظاهرات ضد دولتی بوده که به ضرب گلوله کشته شد. همسر سعاد نیز زخمی شد. سعاد علی ریاست یک سازمان حقوق بشری را بر عهده داشت. فعالان سیاسی و مدنی عراقی در شهر بصره عوامل رژیم ایران را به این ترورها متهم می کنند. پیشتر مردم بصره در اعتراض به دخالت‌های رژیم ایران در عراق، کنسولگری این رژیم را به آتش کشیدند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که طی سفر خودش به آلمان در پارلمان این کشور حضور یافته بود، به شدت علیه ناسیونالیسم افراطی موضع گرفت و همینطور بر تشکیل ارتش واحد اروپایی تاکید کرد. امانوئل ماکرون گفت اروپا و در بطن آن اتحاد فرانسه و آلمان تعهد دارند تا نگذارند دنیا به ورطه آشوب بیفتد. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد دو جریان ملی‌گرایی بی‌حافظه و بنیادگرایی بی‌نشانه اروپا را تهدید می‌کنند. آقای ماکرون که به مناسبت روز 18 نوامبر، روز یادبود قربانیان جنگ در آلمان به این کشور سفر کرده بود، گفت فاز جدید از آنجا که باید با یکدیگر بر سر رویکردهایمان، بر سر سیاست خارجی، مهاجرت، توسعه، تشکیل راهبرد دفاعی مشترک و افزایش سهممان در بودجه مشارکت کنیم میتواند ترسناک باشد. با این حال او اضافه کرد ما باید در عادتها و تابوهایمان فائق آییم. وی در بخش دیگری از سخنانش بدون اینکه از کشوری نام ببرد گفت اگر اروپا بازیچه قدرت‌ها شود و به ثانوی بودن در صحنه بین‌الملل دلخوش کند، نمیتواند نقش خود را ایفا کند. خیلی از قدرت‌ها میخواهند ما را از بازی حذف کنند. قدرت واقعی ما اتحاد و حاکمیت ماست.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اظهاراتی پس از سخنرانی امانوئل ماکرون خطاب به وی گفت: شما با یک سخنرانی تاثیرگذار نشان دادید که دوستی و همکاری آلمان و فرانسه تا چه حد اهمیت دارد و این اتحاد چه نقشی را در سطح اروپا بازی می کند. صدر اعظم آلمان اضافه کرد: آن دسته از ما که بعد از جنگ به دنیا آمده ایم در قبال درس هایی که از جنگ گرفته ایم مسئولیت داریم. امانوئل ماکرون روز سه‌شنبه 6 نوامبر در مصاحبه گفته بود: کشورهای اروپایی برای تضمین دفاع از خود باید یک نیروی نظامی مشترک تشکیل دهند. صدر اعظم آلمان با دفاع از ایده تشکیل ارتش واحد اروپا گفته بود: وجود این نهاد نه تنها با ناتو مغایرتی ندارد، بلکه موجب حضور پرقدرت اروپا در ناتو خواهد شد و میتواند ضامن برقراری صلح پایدار میان کشورهای این اتحادیه شود. تلسکوپ کپلر بعد از پیدا کردن هزاران جهان خاموش شد. فضاپیمای ناسا شکارچی زبده سیاره‌ها فقط چند ماه بعد از 10 سالگی خود خاموش شد. مقامات رسمی روز سه‌شنبه خاموش شدن تلسکوپ فضایی کپلر را اعلام کردند. کپلر 9 ساله که تمامی دوران زندگی قابل انتظارش را گذرانده بود، برای ماه‌ها با کمبود سوخت مواجه بود. توانایی او در کشف ستارگان دوردست و تعیین هویت دنیاهای بیگانه به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده بود. اما کنترل کننده های پروازی هنوز قادر به گرفتن آخرین مشاهدات خود بودند. تلسکوپ در حال حاضر خاموش شده است و مخزن سوخت آن خالی است. دانشمند بازنشسته ناسا ویلیام بروکی که رهبری تیم علمی کپلر را به عهده داشت گفت: کپلر دروازه کشف کیهان را به روی بشریت باز کرد. کپلر 2681 سیاره خارج از منظومه شمسی را کشف کرد. کپلر دنیاهای سنگی به اندازه زمین را به ما نشان داد که ممکن است زندگی را در خود پناه داده باشند. کپلر همچنین سوپرزمین‌های خارق‌العاده‌ای را کشف کرد، سیاره‌هایی بزرگتر از زمین و کوچکتر از نپتون. پل هرس، مدیر آژانس فضایی ناسا، برآورد کرده است در هر کجایی از فضا کپلر 2 تا 12 سیاره صخره‌ای به اندازه زمین را کشف کرده است که اصطلاحاً به آن منطقه گلدیلاک می‌گویند. وی میگوید: اما کل سرشماری سیاره‌ها توسط کپلر نشان می‌دهد که 20 تا 50% از ستارگان قابل مشاهده در آسمان شب می‌توانند سیاره‌هایی مانند ما باشند که در منطقه قابل سکونت برای زندگی قرار دارند. آخوند صادق لاریجانی، رئیس قضائیه خامنه ای، در واکنش به اعتراف جواد ظریف به پولشویی در نظام گفت: مسئولان نباید سخنانی به زبان بیاورند که مانند خنجر به قلب نظام فرو برود. مسیر دشوار را نباید با برخی اظهارات و رفتارها دشوارتر کرد. رئیس جمهور در جلسات مختلف گفتند که در میانه یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم.